چند پیش در دیگر راه‌های نقلیاتگرد داخلی پایتخت مرحله دومی لایحه مرکز نظام خودکار اداره‌کنی در ساحه نقلیات شهری به خطر فعالیتش را شروع نمود. این نوبت شما را از چند کوچه هایی که در آن کامراهای مشاهده‌ای نصب گردیدند و به فعالیت شروع نمودند در این قسمت برنامه آگاه می‌نماییم. رعایت نکردن قاعده های به خطری، اطاعت نکردن به ناظران راه، با وجود آوردن حالت های صدمه‌ای از جانب رانندگان و امثال این را قریب که همه روزه کارمندان مرکز نظام خودکار اداره کنی در ساحه نقلیات شهری به خطر مشاهده کرده و حالت های با وجود آمده را ثبت میکنند. ولی چنین قاعده ویران کنی امروز ها نه چون پیشتر است. از فعالیت مرکز اداره کنی شهر به خطر در شهر دوشنبه که روزی 3 نوامبر سال 2013 با تشبوس جناب والی محترم امام علی رحمان حسن افتتاح بخشیده شده بود، راست 5 ماه سپری گشت. در دوام 5 ماه سپری شده از جانب مرکز دورکنی شهر به خطر یک خطر دستاورد ها به دست آورده شده است. از آن جمله سطح صدمه ناکی در شهر دوشنبه تا 50% و شماره شخصانی که در صدمه های راه و نقلیات به هلاکت می رسیدند 6 مرتبه کاهش یافته است. تاریخ کامره های نظارتی این مرکز 6 حادثه بناور گرفته شده است که رانندگان پیاده‌گردان را پخش کرده و از جای حادثه فرار نمودند. اکنون به گفتی مسئولان عادی‌ترین عملکرد چی پیاده‌گردان و چی رانندگان نظارت شده در لحظه های ضروری نیز ثبت می گردد. حالت های نیز مشاهده شده است که در صورت ثبت شدن مناقشه شهروندان کارمندان این مرکز در حال به شعبه و شعبچه های میلیسیای دخل دار خبر دادند. این گونه عمل ها در 5 ماهی عملی گردی لایحه شهری به خطر 325 عدد به قید گرفته شده است. اکنون در برابر به خطری راه نظارت ترتیبات جمعیتی نیز زیر مشاهده میلیسیای الکترونی قرار گرفته است. از جانب مرکز زیاده از 220,000 ویران کنی قاعده های حرکت در راه 340 حالت های ویران کنی ترتیبات جمعیتی جاهای جمعیتی و 4 جنایت کشاده شده است. از این حساب برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی و قاعده های حرکت در راه از شهروندان و مقصود زیاده از 8 میلیون سومانی مبلغ جریمه ستانیده شده است. دایر به کار کامره های نظارتی اظهار نگرانی رانندگان بود و امروز ها نیز باقی مانده است. تطبیق نمودن جریمه بی اساس، نبودن و یا به چشم نانمایان بودن خط های روی راه و امثال این همان دلیل های به زبان می آورده رانندگان است که چون کمبودی در نظام کامره های نظارتی دانسته می شود. همین کامره را زدگی هم خیلی نقص دیدگی های همین برای استوب لینی کدن هیچی ندور است. نه استوب داره نه سپلاشنو هم صفی ندامو میگذاریم ندور است. همین کمبودی ها هستن که همین لینی هایی که هستن همین ها نمویان نیستن. مثال ماشین هایی که در نزدی همین سویتفار ها میمونم همیخ میتیان و مثال همون خط لینی را که میجخی شما نروشنی کردیم. جریمه بندی شدن نظام خود را دارد و رانندگان به اساس مورد جریمه بندی قرار نمی گیرند، اظهار می دارند مسئولان. زیرا پیش از آنی که جریمه تطبیق کرده شود، قاعده ویران کنی معین کرده شده حالت را نه یک بلکه یک چند نفر متخصص می سنجد. نبودن خط های روی راه واقعی است که نه در همه قسمت های شهری دوشنبه آن دیده می شود، ولی از موجود نبودن خط های مذکور یگان نفر مورد جریمه بندی قرار نگرفته است، می گویند سرناظران. در آن چاره هایی که خط های افقی عیان نباشند، اگر شهروند به قاعده ویران کنی صادر کند همچون قاعده ویران کنی به نظر گرفته نمی شود. باز یک چند نامگوی حالت هایی نیست هستند که رانندگان مورد جریمه بندی قرار نمی گیرند. این هم باشد در حالت های ضروری است. در صورتی که مهمونان کشور عالی قدر باشند و نیاز به بسته گردیدن راه ها به وجود بیاید، جریمه بندی صرف نظر کرده می شود. ولی نه در همه نقطه های پایتخت بلکه در همان قسمت های راه هایی که ناظری بازرسی آن را اداره می کند. در چنین حالت ها موج سبز به کار برده می شود. مجموعه مرکز شهر بی خطر موج سبز قاول گردانده شده است که هنگامی پیشواز و گساندن مهمانان عالی قدر این عمل جوری کرده می شود، یا که در حالت پیدا گشتن تن بشوی در بعض چوره ها این عمل نیز عملی کرده می شود. در این حالت از همه
رانندگان واسطه نخلیات خواهش کرده می شود که هنگامی در چوره ها خدمت بردن ناظران نوروز عمل هایی که از طرف ناظران نوروز پیشنهاد کرده می شود، یعنی در این حالت ها در بعض چوره ها اجازه داده می شود که در موج سرخ مثال قسمی ماشینگرد راه را آزاد نمایند، در این حالت هم قاعده بر این حرکت راه با نظر گرفته می شود. با قید گرفته شدن زیاده از 226,000 قاعده ویران کنی در راه، 375 حالت ویران کنی ترتیبات جمعیتی و ده ها ارقام مربوط به راه و حرکت نقلیات در حال تصویر برداری شده و بناور گرفته شده است که خدمت مرحله اول لایحه شهری به خطر عمل میکرد. طریق کامره های نظارتی مرحله اول این لایحه همگی 21 چهارراه تا به امروز نظارت میشد. این هم باشد نظارت راه از فرودگاه تا به باغ استاد عینی بود. اکنون مرحله دوم این لایحه به کار انداخته می شود که دامنه منطقه های نظارت شونده وسیع‌تر خواهد گشت. آغاز از 12 ماه می سال روان کامره های در 51 چهارراه های دیگر نصب گردیده به فعالیت میپردازند. در مرحله دوم 72 چهارراه های قسمت های گوناگون پایتخت به نظارت قطعی شبانه روزی گرفته می شوند. کامره های نظارتی در مرحله یکم از فرودگاه بین المللی تا میدان سرحچان فعالیت میکرد که همگی 21 چهارراه ها را در بر می گرفت. در مرحله دوم 51 چهارراه های شهر دوشنبه با این کامره های مشاهده تجهیز آمده شده است که این کوچه عینی را با پرگی، کوچه دوستی خلق و کوچه اسماعیل سامانی، کوچه جبار رسولوف، نعمت قرابایوه و کوچه های قهاروه را در بر می گیرند. بنابراین از همه اشتراکچان حرکت در را در شهر دوشنبه و مهمانان شهر دوشنبه احترامانه خواهش کرده می شود که از روز 12 می قسمان در این کوچه های نامبر شده فعالیت کامره های مشاهده شهر دوشنبه فعال کرده می شود و با طلبات قاعده حرکت در را و رعایت ترتیبات جمعیتی در جای های جمعیتی بجا مانده شود. در ظرف فعالیت مرکزی نظام خودکار شهری به خطر 77 عدد واسطه نقلیات و صاحبان آن بازداشت شدند که آنها در کافتکوب قرار داشتند. حالا در اساس طلبات در 12 نقطه برآمد و درآمدگاه های شهری دوشنبه تجهیزات مخصوص گذاشته می شود که واسطه های نقلیات در کافتکوب بوده را آشکار کرده، نه تنها عکسی آن بلکه راننده داخل آن را نیز تصویر برداری می کند. در برابر این نفرانی که یک نمودی قاعده ویران کنی را تکرار می کنند جریمه دو کرته پیش بینی می شود. برای مثال اگر جریمه اطاعت نکردن به رنگ سرخ چراغک 140 سومانی پیش بینی شده باشد، جریمه دومین 280 سومانی تطبیق کرده می شود و سومینش باشد 560 سومانی و باقی مانده به همین ترتیب افزودن می گیرد.